حدود 10 میلیون نفر از مردم آنگولا از ساعت 7 صبح روز جمعه برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رأی فراخوانده شدند. انتخاباتی که به نظر می‌رسد حزب جوزی ادواردو دوس سانتوس رئیس جمهور این کشور که از 33 سال پیش قدرت را در دست دارد بیشترین بخت را برای برنده شدن در آن داشته باشد. ادعایی که مخالفان آن را رد کرده و درباره سلامت آن ابراز تردید کرده اند. یکی از ساکنان لواندا میگوید این دومین باری است که رأی می‌دهم. این انتخابات برای انتخاب بهترین کاندیدا برای کشور ما بسیار مهم است. این سومین انتخابات در آنگولا پس از استقلال این کشور از پرتغال در سال 1975 و دومین انتخابات پس از جنگ داخلی این کشور است که از سال 1975 تا 2002 به طول انجامید.